به نام خداوند بخشنده و مهربان. بینندگان عزیز سلام تقدیم می دارم. پروگرام سیما درباره پودگی استخوان یا استئوپوروزیس است که اکثرا سبب کسرا می شه، خصوصا در کلانسارا. خب پودگی استخوان یا استئوپوروزیس چی است؟ یک متابولیک دیزیز است که پیش رفته می ده و کتله استخوان یا بون ماس ای داخلش خالی شده میره، کاواک شده میره و یک پودگی در داخلش پیدا میشه. دنسیتی یا کثافتش کمتر میشه که باعث ضعیفی استخوان میشه و سبب کسرا یا شکستگی ها میشه. خب زیادترین بون ماس یا دنسیتی استخوان یا استخوان زخیم می باشه در سن 30 سالگی می باشه و ایستا در سنهای بالاتر استخوان زخامت خود از دست می ده. خب نژاد سیاه زیادتر در خامه استخوانشان زیادتر از نظر به سفیده و آسیایی ها و در مرد ها همین زخامت استخوانشان زیادتر است، مغز استخوانشان قوی تر است نظر به زن ها، کتلی استخوانشان بزرگتر است. خب استئوپوروزیس یا پودگی استخوان ها گفتم که سبب فرکچر یا کسر شده میتونه که حتی اگر از یک جای کسی که استخوانش پوده باشه یا داخل استخوانش جالی نما باشه وقت حتی از سر یک چوکی هم بفته و یا پایش مچ بخوره یک جاش میشه که بشکنه. خب زیادتر همین شکستگی ها در کجا واقع میشه؟ در نام تبیش دستال رادیوس فرکچر یا در نایی مچای دست میشه که وقتی که قاد باشه و در یالت بفته سبب شکستگی شده که نام تیپیش به نام کولیس فرکچر یا اسمیس فرکچر هم یاد میشه که در گواهی در قسمت اولنا یا استخوان منسی یا بغل خود بازو هم میباشه. خب کسایی که پودگی استخوان داره میشه که ستون فقراتشان اسپاینشان یک کامپرشن یا فشار به خود بگیره و این به خاطر استئوپوروزیس است که میشه که دتا فقره یکی بالای دیگه کمی بیشینه. این هم به خاطر استئوپوروزیس است که با اول عرض نمیده با بعدا میتونه که عرض بده و یا یک کسی که مثلا دفتا سلفا میکنه یا به خود خم میکنه یا یک وزن میوه داره میشه که همین کامپرشن فرکچر ستون فقرات هم بتر که این از خاطر میشه که از خاطر استئوپوروز باشه. همچنان یک فرکچر یا شکستگی دیگه به نام فیمورال نک فرکچر میباشه که زیادتر نایی فیمور خوزن در کلانسالا که در آینده باز مجبور زن عملیات کنن و همون نایی رانه مفصل رانه بالایش اینا آلش کنن و یک حالت به حساب معیوبیت به کلانسالا بار میایی کسایی که استئوپوروز دارن و مفتن و همی نایی رانشان میشه که بشکنن. دیگه دو نوع استئوپوروز هست، یک نوعش نوع پرایمری اولی است و نوع دومش نوع ثانوی است. خب پرایمریش یا اولیش 95% در زن هاست، 80% در مرد ها دیده میشه و در زن ها بعد از اینکه عادت موارشان ها مقطع میشه و یا مرد های پیر اینا هم استئوپوروز میشه داشته باشد که از شکل پرایمریش است و در مردا وقتی که گوناد انسوفیشنسی می داشته باشند یعنی همی هورمونای مردانشان اگر کافی نمی باشه و خوب کار نمی کنه اینا هم می تانه که سبب پودگی استخوان برشان شوه و یا کسایی که کلسیم کم می گیرن و ویتامین دی کم می گیرن و یا یک منیسیس به نام هایپرپاراتایدیسم که یک خوده در نایی جاغور هستن و او اگر همین پیتیج یا پراتایدیت هرمون زیاد باشه در این صورت هم میشه که استئوپوروز بگیره و کلسیم زیاد از طریق گرده ها جذب میشه و از طریق روده ها جذب میشه و خارج میشه و کلسیم کم میمونه در وجود. خب سکندری استئوپوروزیس یا پودگی استخوان ثانوی دلیلش چی است؟ این 5% کمتر در زن ها می باشه و 20% در مرد ها می باشه. دلیلش یک دلیلش مولتیپل مایلوما است که یک سرطان پلازماسل یا حجرات کرویات خون است که این می تانه استخوان ها را تخریب کنه و سبب همین پودگی استخوان و کسر شود.
خب دلایل مختلف ثانوی پودگی استخوان وجود داره که از این جمله دلایلش یکی COPD کرونیک ابستراکتیو پلمونری دیزیز است و همچنان کسایی که کورتیزون میگیرن، سیگارت میکشن و حرکات فیزیکی کمتر میکنن، یا مریضی های مزمن گرده صاحب استیپوروز ثانویش هم میتونه همچنان دوایی زده سیزر صاحب استیپوروز شده میتونه، دوایی که برای خود تایراد مثلا تایروکسین میگیرن این هم ریسک هست که استیپوروز بده. اپرین یک دواسور برای رقیق ساختن خون او هم میتونه سبب استیپوروز شود، اتانول و الکولا میتونه سبب استیپوروز شود، سیگارت کشیدن سبب استیپوروز شود، پروتون پمپ اینهیبیتور دوایی که بر میده میگیرن بر اسید میده این هم میتونه سبب پودگی استخوان شود، شکر میتونه شود، اگر ویتامین ای بالا باشه و یا فاسفیت کم باشه این هم میتونه سبب استیپوروز شود، هایپرتایریدیزم یا فعالیت خودی تایراید اگه زیاد باشه و یا کسی که بسیار زیاد حرکت را رفتن نداره و میشینه و زیاد فعالیت فیزیکی نداره او شخص میتونه هم به پودگی استخوان مصاب شود، کسایی که روماتوید آرترایتس داره یا آرترایت ها داره و یا کسایی که سوی تغذی داره اینا هم میتونه پودگی استخوان شود. خب ریسک فاکتور یا خطرهای پودگی استخوان همی که گفتم که زیاد حرکت نکنن و زیاد راه نروند و همچنان در سفیدا و در آسیایی ها زیادتر می باشن، کسایی که در مواد غذایی خود کلسیم و فاسفیت و مگنیزیم و ویتامین دی را کم می گیرن اینا خطر زیر دارن که به پودگی استخوان مصاب شوند، و کسایی که الکل می گیرن و یا ای که سیگارت می کشن یا فامیلی هیستوری کسرا را دارن اینا می تونن که سبب پودگی استخوان شوند. خب اعراض استیپوروز میتونه که در اول بدون عرض باشه، اما بعض کامپریشن فرکچر ها یا فرکچر های کسرایی که فشار یکی سردگی هستی میتونه بدون عرض اول باشه، اما یک دردای مزمن کمردردی بعدن بده، و همچنان بعضا میتونه که در نایی صدر توراسیک کامپریشن بده، یعنی در نایی صدر یا قفس سینه هم میتونه که مشکلات بتا و شخص میتونه که کپ شوه با مقابل با قدام خم شوه یا ای که در عقب سرویکل لوردوز است بتا که در گردن خم شوه در عقب یا قفسینه در قدام خم شوه که به نام TPS است، به نام دواگرز بمپ یا همپ ببخشن یاد میکنن که یعنی یک شخص کپ میباشه و یک کوهان در پشت خود میداشته باشه که به خاطر استیپوروز است. اگر یکان خانم ها یا مردهای پیره دیدن که کپ است و پشتش یک کوهان است یه استیپوروز یا پودگی استخوانش داده و اینش داده اول و این پیشرفته شده و قد خودم از دست داده. خب یک ماینی که برای پودگی استخوان میتن این ماینه به نام دبل انرژی ایکس ری یاد میشه یا دکسا میباشه که دکسا اسکن است یا دکسا اسکرین است که بر کسایی که های ریسک است یعنی ریسک بسیار داره این ماینه را برشان میتن و خصوصا برای تمام زنایی که از 65 ساله بالا باشه همچنان در عادت موار شما قطع شده باشه باید این دکسا اسکن بکنن که هر دو سال، یا کسایی که فامیلی استوری دارن که پودگی استخوان و فامیلیشان کس داشته یا شکستگی کس داشته اینا هم باید وزنشان کسایی که اونا هم باید دکسا اسکن بکنن و یا کسایی که وزنشان کم است از 127 پاوند کمتر یا 57 کیلو کمتر باشه بینا هم باید امی ماینی دکسا اسکن بکنن که یک ماینی اسکرینینگ است و تشخیص میکنه استیپوروز و بعد از اون تداویا داده میشه که WHO یا World Health Organization تی سکور اندازه میکنه که استیوپنیا یعنی کمی خود امی نو شروع استیپوروز است یا پودگی استخوان ای تی سکورش از کمتر از ماینس 1 تا ماینس 2.5 می باشه، در استیپوروز تی سکور کمتر از ماینس 2.5 می باشه که خب در فال هم ماینه شده می تنه.
خب هدف تداویی استپوروز سیست که شخص کتلی استخوان خود نگاه کنه و همچنان از جایش نشکنه یا فرکچر نگیره و ما باید کلسیم ویتامین دی رو بگیره و تداویی در تداویش بسفسفانت لاین اول است که میتن هورمون ریپلیسمنت تراپی هم میتن برای زنا علاوه باید اکسرسایز هایی کنن که وزن خود وردارن اکسرسایز که وزن وردارن یا ای که را برن این برای استپوروزیس خوب است کافی را کم کنن الکل نخورن سیگارت نکشن و کلسیم بسیار کلسیم ویتامین دی بسیار مهم است برای همگی که بگیرن کلسیم باید 1000 میلی گرم بر روز گرفته شود حداقل با مواد غذایی که هم که کلسیم داره به 1200 تا 1500 میلی گرم میرسد خصوصا خانمای حامله باید ببخشن خانمایی که عادت موالشان خشک شده اینا هم به کلسیم زیاد ضرورت دارن همچنان ویتامین دی مهم است که از 600 تا 800 یونیت روزه گرفته شود که اگر ویتامین دی مقدارش کم شود بازم شخص به استپوروزیس مصاب شده میتونه خب خط اول گفتم از تداوی ها بسفسفنات است که خود کتلی استخوان ریزرف کده میتونه و کامپریشن فرکچرهای خود رانه و یا هپه و همچنان از خود سپاین و توراسیکه یا صدره کم ساخته میتونه که نام دوای تنها نام میگیرم دوای استپوروز به نام الاندرونات رزدرونات و زلدرونات و ابندرونات است که ساید افکت از اینا میشه که دندانها را خراب کنه یا سر علاشه تاثیر کنه و بعد از 40 سالگی رو بدانین که از همگی همی زخامت استخوانش یا کتلی استخوانش آیستا از 0.3 الی 0.5 سالانه کمتر شده میره و خانمایی که عادت موالشان قطع شده 3 تا 5% هر سال کم شده میره و متوجه صحتتان باشین کلسیم و ویتامین دی را فراموش نکنین تشکر چنل ما را سابسکرایب کنین به پناه حق باشین